Salon ba un hoye ki futboli toji gro pa gire mekunan. Par no mai fat atrofi bozi hoye davri 12-umi championati futboli kishvar mioni dasta hoye liga yakum o moda gardi dast ke haminak peshnihod aton megardonem. Yodavar meshem ki sarparasti barnomaye mo shirkati tenisi ast. Moro amrayi knet. Dar dauri 12-umi musobiqaye mazkur ghayri bozihoi dastaye Guliston va Dinamo anqarib hamaye bozihoi digar barguzor gardidand. Dastaye Dinamo ki beshtar futbolbozonashro hayati muntakhabi to 16 solaye kishvar tashkil mediyad, bo sababi ishtirok dar musobiqaye kafa natavonistan ki muqobili Guliston maydondori namoyand va bozihoi onho ba ta'khir guzoshta shod. Baadi tanaffus misle ki ba vazi aksariyati dastaho yagon taghirote didan nameshavad. Qablan onho dar kadom saate ki qaror doshtand, holo ham hamon بازی اولینه که برگزار شد میانی دسته های پانشر و حسیلات بود که دسته فرخوری در قطار دسته کوکتاش یکی از مدعیان صدر اولی جدول به حساب میرود. از این رو آنها هیچگاه به توکل کاری دست نمیزنند و به حد یک امتیاز مقابل هیچ دسته شکست خوردنی نیستند. بازی پانشر و حسیلات با این سبب خیلی تیز و تون صورت گرفت که بعدا در موردش حرف میزنیم. شما میدونید که بعد دور مذکور دسته سرای کمر در کدام موقع جدول است؟ در جای چورم به موابا دستای مذکور تای دو سالی اخیر اولین برست میبینم که در چورگونه اولی جدول راه میوبد. این دسته رو میتوانیم حالی حاضر با قطار دسته های پرقوات چمپیانات شمیل نمویم. اونو در دور اخیرین ارزنده ترین بازی رو مقابل دستای هولبوک نشان دادن که در نتیجه دستای هولبوک با خونه پنجم سقوط کرد و سرای کمر یک و یک بورا با چورگونه شمیل شد. دستای برچی با سرمربی نوش رحمت الله فوزایلوف هم اکنون با مبارزه حقیقی میبرویند، چون چند دوری اخیر این دسته نه اونقدر نتیجه های خوب داشت و حالا فرصت هست که امور خود را در جدول بهتر نمویند که حالا در جای ششم جدول مسکن گرفته است. سرحچی و وحدت نیز برای ما یک بازی سرگل را به نمایش گذاشتند و اگر بازی وحدت مقابل یک دسته سست دیگر جدول همین گونه است، پس با مخلصان وحدت گفتنی هم که امید خود را از چهارگانه اول چه که حتی از باقی ماندن در این چمپیونات بکنید. آنها حتی یگانه رقیب جدولی خود را شکست دادن نتوانستند. مقصد در جدول مسابقه دو دسته سوسترین باشد. هر دوی آنها وحدت و سرحدچی هستند که در خانه های آخر جدول جای گرفتند و وحدت حتی همین دسته را شکست دادن نتوانست. این معنای آن را دارد که آنها حالا قادر نیستند که دسته از یک روستا را شکست بدهند. دسته کوکتاش باشد با اصطلاح روسی سویوم رپرتوار. در دور 12 آنها یک دسته کمبه های دیگر را ارزنده جزا دادند. بازی را پورا اداره میکردند و گل های به شمار هم زدند. خلاص در برنامه نوبتی فات ما اطراف دور 12 چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میانی دسته های لیگ یکم زیادتر حرف میزنیم. ما را پیگیری کنید. اوغاز میکنیم از رقابت های دسته پانشر و حسیلات که مین بعد هر بازی دسته فرخوری رقابت مرکزی دور به حساب میرود. اونو با یک خالی کم از دسته کوکتاش در موقع دیومی جدول قرار گرفتند و چگونه گفتم یک باخت میتواند فاصله خالها رو بیافزاید که این شانس را حسیلات از دست نخواهد داد. از این رو رقابت با دسته پانشر برابر حمایت از جان بود که حساب بازی بازگوی این دلیل میباشد. هم حسیلات و هم پانشر فرصت های زیاد گلی رو بامیان می آوردن و در بیشتر حالت ها از کانتر هجوم ها کار می گرفتن. رفتی بازی رو می توانیم برابر بها دهیم. پانشر پیش از تنفس واقعا نه اونقدر وضع خوب داشت. اونا از زینه چهارم جدول بعد شکست و رخت های زیاد همینک در موقع نهم جدولند و با تقدیر بازیشون مقابل حسیلات افتاد و هر دوی دسته ها یک بازی مجلا نشان دادن که در تهیه همکارانمون تماشا نمایید. بخوری دیگر میانی دسته های پنشر این ناحیه جلال‌الدین بلخی و حاصلات ناحیه فرخور نیز برگزار گردید. رقابت دسته ها در ورزشگاه مرکزی ناحیه بلخی صورت گرفته با حساب یک بر دو به فایده بازینگران ناحیه فرخور باقی رسید. بازینگران تیم حاصلات از لحظه های اول دیدار تشبس را پورا در اختیار خش گرفته برای به دست آوردن سه امتیاز تلاش می نمودند. نخست شده در دقیقه 13 میدانداری بازدینگر جوان دسته مهمانان نکرو سلیمزاده با گل زده خود به دروازه میزبانان حساب بازی را کشود. با گذشت 13 دقیقه دیگر یعنی در دقیقه 24 هجوم کننده تیم پنشر رقم 10 یانگیبک حسین‌الدین حساب را برابر یک بر یک نمود.
یک دقیقه گذشتن از گل زده صاحبان میدان فوتبال بازی با مهارت تیم حاصلات خیرلو عزیزاو گل دومی دستش را داخل توری دروازه پنشر گردانید و با همین قسم اول باخوری یک بر دو به آخر رسید. در ادامه قسمت دومی باخری بازنگران هر دو تیم چندین حالت های گلزنی را در نزدی دروازه های یکدیگر سازمان میدادند، ولی به یگان نفر آنها امکانیت دست نمیداد که توپ را داخل دروازه نمایند. همین طریق باخری دستای پنشر و حاصلات در دایره رقابت های دور 12 یک بر دو پشت سر شد. یکم بازی مرحله دوم بود در دور 12 ما دستای حاصلات را قبول کردیم. بازی هر دو دسته خوب بود، یک خیل بازی کردن، کمی کم باید مساوی میشد، لیکن مهمانان غالب اومدن. سببش همین که بچه ها اون چیزی که ما تیاری دیدیم اون چیز رو اجرا نکردن، اون چیزی که ما گفتیم در تمرین رو کردیم اجرا نکردن، از همین سبب بازی رو باختیم. آینده خیلی حرکت میکنیم که بچه ها خوبتر بازی کنن. دسته پنشر خیلی دسته ناز است، خیلی تیاری ناز دیدگی بودن. ما که ای جهت کانتر فیزیکی ممکن فیزیکی تیار نبودیم، برای همین آخری بازی 15 دقیقه آخری بازی با ما خیلی وزبین آمد. بازی دیگری ما در شهر فرخور در میدان خود ما بازی میکنیم و کمانده هولبوگ رو قبول میکنیم. اکنون می رویم به تماشای بازی دو دسته ضعیف‌ترین چمپیونات میان دسته های سرحچی همدانی و وحدت شهر وحدت. دسته ها برای مخلصان بازی سرگل نشان دادند. هم وحدت و هم سرحچی برای امتیاز مبارزه بیامان می بردند و به هر گل زو جواب می گردانیدند. وحدت حالا در آخرین خونه جدول مسابقه است و برای از این ورطه بیرون آمدن او باید دسته سرحچی را شکست می داد تا فاصله خالها بر زیاد نشود. اومد بر سرشون از اون چی میترسیدند. در این بازی صاحبان میدان یعنی دسته سرحچی در اخیرهای بازی نسبت میمونان برتریت پیدا کردند و شماره گلهای خود را از آنها دیده زیادتر نمودند. بازی این دسته ها را نیز همکاران ما پیگیری کردند که نتیجه بازی را در تهیه آنها تماشا میکنیم. مرحله دومی چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم را دسته سرحچی نویه همدانی با پیروزی بر دسته وحدت شهری وحدت آغاز نمود. دسته سرحچی نویه همدانی بعد آغاز نوبرار در مرحله یکم چمپیونات از 12 بازی یک برد یک مساوی و 8 باخت را به قید گرفته در زینه 11 جدول مسابقه قرار گرفت. از این رو رهبریت دسته با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه و دسته فوتبال بازان با مهارت به مانند سیدخان امرخان، سیدامیر سید احمد، مظفر نظرف، زاکر عبدالخیرف، سمردین رسولوف و باز چندی از فوتبالبازان جوان را به دسته دعوت نموده است. دیدار امروزه باشد از دقیقه های اول بر سودی صاحبان میدان آغاز شد و در یک هجوم بابرار نخست حملهور سرحچی سهراب میرزایف در دقیقه ششم بازی با کشودن حساب دست یافت. دیری نگذشته در دقیقه 12 بازی فوتبالباز دسته جوانان روشن کلوب نوروز باروتوف که در این روزنه به دسته سرحچی گذشت گل دوم دسته را به هدف رسانید. بعد این گل دسته سرحچی کمی عقب نشینی نمود که در این حالت حملهوری کناری دسته وحدت فریدون نرزولایف در دقیقه 21 بازی گل اولی دسته وحدت را به هدف رسانیده حساب را تغییر داد. در دقیقه 30 بازی باشد باز هم سوراب میرزایف از دسته سرحچی با زدن گل نوبتی خود دست یافته حساب بازی را 3-1 نمود. دیری نگذشته سعیترش در دقیقه 35 بازی انور شریپوف از دسته وحدت با زدن یک گل دیگر دست یافت که این گل دومی دسته وحدت در این بازی به حساب میرفت. در نفسهای آخر نیمه اولی بازی باشد نیم حمایتگری جوان دسته سرحچی نوروز باروتوف از مسافه دور با زدن گل نوبتی خود دست یافت و همین طریق با حساب 4-2 دسته ها به تنفس برآمدند. در قسمت دوم بازی باشد مخلصان گل نوبتی را دیر انتظار نشودند و در دقیقه 52 بازی حملهور دسته سرحچی شاهزمان خوجایف گل پنجم دسته اش را به هدف رسانیده برتری کامل را تامین نمود. در دقیقه 59 بازی باشد انور شریپوف از دسته وحدت گل دوم خود را در این بازی به هدف رسانیده حساب بازی را 5-3 نمود. در دقیقه 70 این میدانداری حمایتگر دسته وحدت شهرام سمیف برای دغلانه ویران نمودن قاعده بازی دومی کارت زرد را گرفته همین میدان بدر شد. بعد این حالت دسته سرحچی بیشتر فوتبال بازان جوان را به میدان ورید نمود که از این حالت دسته وحدت خوب استفاده کرده چند حالت خوبی گلزنی را سازمان داد، ولی گل چهارم دسته وحدت در دقیقه اضافه شده داور از جانب زیادین کریموف به دروازه صاحبان میدان ورید کرده شد و به همین وقت اضافه شده نیز به اتمام رسید.
رسید و دسته سرحدچی بعد ناکامی های پی در پی غالبیت دوم خود را در موسم اول میدانداری ها در لیگ یکم به دست آورد. ما برای این بازی تیاری داریم. راستی که مقصد کماند این بود که باید غلبه کردن در کو بود، اما بازی به نتیجه 5-4 بازی را باختیم. خیلی گفت این بازی است، بازی یا که مصور میکنی و غلبه میکنی. در دسته 4 بازینگری نو گرفته گیم، بازینگری که دیگه در تیمای دیگه کماند بازی کرده گیم، بازینگری خوب هم. الان در تمرین و با کماند بازی دارم، تمرین کردیسیم. یک دیگر فرمی نیست، نصیب باشد در بازی اوانده یک دیگر فرمی میشد، بازیشون با مشاهد خوبتر شد. خیلی که شما شاید بودید بازی خیلی بازی خوب بود، تایم اول بازی هم شد هم ایساب هم کلون بود و همو بچه یوشا در قیست تایم دیم درو واردیم و فکر کم کم تر بچه تجربه میگیرن همی ایساب کم تر شدی بازی با 5-4 شد. بازی بود خیلی بازی خوب شد، بچه روزی هم کم تر خیلی بچه کم تر جوان تر درو واردیم همی ایساب شدی بازی ما 4 گل سر دادیم با در روز اخمون. یکی غلبه با همه بچه‌ها تبریک میکنم و همه مسخلیکتای در سای سرچی را ما وعده میتیم که ما همه بزیومون حرکت میکنیم که بزیوی خوب بیشون میتیم و مخلصان خودمون را شد کنیم. کوکتاش مقابل دسته دوشنبه اونگونه بازی کرد که باید نکرد. خلاص دسته ها در میدان مرکزی نوحیه رودکی رقابت نمودند و دسته دوشنبه واقعا پیش بازینگران کوکتاش عاجز بودند. هجوم های برخاسای فوتبال بازان دسته نوحیه رودکی حیات بازینگران دوشنبه را پیش مخلصان تماما بدون شانس نشان میدادند. دسته دوشنبگی پورا بر خط دفاع نشست و دروازه‌بان این دسته با اکثریت ضربه های پی در پی شاگردان طاهر مومینوف تاب ناور که در نتیجه 1-2 بلکه 7 گل به جواب را از دروازه خود بیرون ساخت. چه خل بچونیم بازی دسته دوشنبه سال گذشته در لیگ اولی بازی میکرد سوال است به جواب. خلاص تغییرات کادری در کرسی سرمربیگی دسته دوشنبه نیز با درد دسته نخورد و با 7 گل بازینگران کوکتاش با حد 1 گل جواب گردانیدن نتوانستند. حالا کوکتاش در موقع اول جدول قرار دارد و در مرحله دوم بازی ها آنها با دسته های فاوریت دیگر از قبیل حوصله دینامو و هولبوک سرای کمر روبرو می شوند که شاهد آن خواهیم شد. بازی سرگل مذکور را همکاران ما پیگیری کردند که یکجا تماشا میکنیم. اینجا میدان خانگی دسته کوکتاش است. بعد چند لحظه یکی از بازی های مرکزی دور 12 چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته های لیگ یکم برگزار می شود. شاگردان طاهر مومینوف در این رقابت مدعی اساسی بهر غلبه دونسته می شوند، چون که این دسته در بازی های آخر نشان داده توانست که آنها می توانند این مسابقه را با ظفریت جنبست نماید و رای خود را به لیگ اولی هموار سازند. یکی از رقابت های سرگال دور مذکور این وخوری دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و دوشنبه پایتخت محسوب می یافت. دیدار دسته ها در ورزشگاه خانگی کوکتاش دایر گردید و با پیروزی میزبانان خاتمه یافت. بعد شروع بازی ما همیشه فشار و هجوم های پیوسته بازینگران صاحبان میدان را مشاهده میکردیم. باشگاه کوکتاش در این بخوری مدعی اساسی بهر غلبه دانسته میشدند. از دقیقه های اول برتری و پیشتازی شاگردان طاهر مومینوف نظررس بود. این بود که در دقیقه 18 هم حمایتگر مهمانان مسعودجان اسدالله بعد پرتاخت از کنار میدان و اشتباه راه داد که به خود گل آورده رسانید. همین طور حساب دیدار باز شد. پس از 6 دقیقه گل دوم دسته کوکتاش را ما از جانب عزیزبک سلطانوف شاهد گردیدیم. در این رقابت دسته دوشنبه بسیار ضعیف هنر نمایی میکرد. بعد این تنفس هم معلوم میشد که آنها کمبود و نورسای دسته را تا حال برطرف نساختند. مخصوصا در خط دفاع مشکلی های زیاد به چشم میرسید. در دقیقه های آخر قسمت یکم ما دو گل دیگر را شاهد گردیدیم. اولا خدایداد ازاقوف و زدن گل دست یافت. در دقیقه آخر اضافه شده قسمت مذکور داور بعد قاعده ویران کنی در داخل جریمه‌گاه و ضربه پنالتی اشاره نمود که عزیزبک سلطانوف توانست این امکان را خوب استفاده برد و گل دومی خش را در این رقابت و اسمش ثبت نماید. او همین پیت اول پایان یافت. قسمت دویم نیز پورا با برتری شاگردان طاهر مومینوف سپری میشد. هرچند تغییرات ها را ما از جانب سرمربی دسته دوشنبه کریم توشپولادوف دیدیم،
اما در بهتر شدن بازی شاگردانش یگان تغییرات ایلوه نساخت. در قسمت مذکور سه گل دیگر را فوتبالبازان کوکتاش و دروازه بهاویدین خالقوف و ثمر رسانیدند. اولا در دقیقه 71 خدایداد اوزاقوف گل دومی خیش را به هدف رساند. در دهه آخر نیروسنجی دسته ها انقترش در دقیقه 83 صابرجان خالماتوف گل ششمی دستش را به اسمش ثبت نمود و بعد یک دقیقه دیگر در هجوم نوبتی عبدالرسول رحمانوف گل آخر تیمش را به دروازه رقیب وارد ساخت. مهمانان با 7 گل زده صاحبان میدان نتوانستند حداقل با یک گل جواب گردانند. با حساب عمومی 7-0 رقابت باشگاه ها خاتمه یافت و موقع گیری دسته ها در جدول مسابقات کوکتاش با 32 امتیاز همانو صدرنشین باقی ماند. باشگاه دوشنبه باشد با 11 امتیاز در زینه دهم موقع گرفته است. Тяжелая игра в плане, знаете, того, что после очень тяжелой победы над Хаджентом в Кубке ребята немножко не восстановились. Из-за этого очень первый тайм такой вроде и крупный счет 4-0, но мне первый тайм не понравился. И мы отходим от себя, не отходим от того, как соперник играет. Мы хотим, чтобы болельщикам игра понравилась, была комбинационная игра и строится команда такая, что не один игрок может забивать постоянно голы, а любой игрок из этой команды может забивать гол. Это будет очень хорошо и очень прекрасный футбол в этом плане будет. بازی‌های دیگر مسابقه با طور زائل برگزار گردیدند. پنشهر نویه جلال‌الدین بلخی در خانه خود از دسته حاصلات با حساب 2-1 شکست خورد و در موقع نهم جدول باقی ماند. هولبوک باشد مثل که حالا هم با تنزل رو نهادن‌هایش ادامه دارد و این نوبت در میدان خود از دسته سرای کمر با حساب 2-0 مغلوب گردید. دسته برقچی ماهیر یوون را قبول کرده بود که در نتیجه با زدن 3 گل دست یافت و دسته یوونی با 3 گل آنها با 1 گل جواب گردانیدند. دسته سراچی همدانی در میدان خود دروازه وحدت را گلبران نمود که در جواب بازینگران وحدت نیز دروازه سراچی را گلبران ساختند و در نتیجه حساب بازی 5-4 با سود دسته سراچی خاتمه یافت. کوکتاش به مشکلی با دروازه دسته دوشنبه 7 گل به جواب زد و بازی دسته های گلستان و دینامو به سبب های در بالا اشاره شده برپا نگردید. بعد دوری 12 چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته های لیگ یکم در جدول چمپیونات تغییرات های اندک جدی به میان آمدند. دسته های دینامو و سرای کمر هم اکنون در قطار کوکتاش و حاصلات در چهارگانه اولند و بهر راه یافتن به چمپیونات اولین درجه کشور مبارزه میبرند. کوکتاش با 32 امتیاز در موقع اول است و حریف اساسی او حاصلات با 31 امتیاز در مقام دوم. دینامو با جمع‌آوری 25 خل جای سوم را گرفته است و باید بگویم که دسته فرخوری حالا یک بازی کم از دیگران دارد. سرای کمر با غالبیت آخر 21 امتیاز گرفته است که حالا موقع چهارم را اشغال نموده است. هولبوک در ناکامی های آخر به زینه پنجم رفت که شماره خالایش به 19 میرسد. دسته های ضعیف ترین جدول سرحچی با 7 امتیاز زینه 11 و وحدت شهر وحدت باشد با 2 امتیاز آخرین خانه را اشغال کرده است. دوری آینده چمپیونات با ما چنین بازی ها رو پیش خواهد آورد. دسته وحده در میدان خود باشگاه کوکتاش را قبول میکند و اینجا غیر شماره گل ها میتوانیم به غالبیت کوکتاش باوری نماییم. ماهیر در میدان خود سرحچی را انتظار است و ما با اشتراک حاصلات و هولبوک دربی منطقه جنوب را شاهد خواهیم شد. در شهر دوشنبه دسته دینامو پنشهر جلال‌الدین بلخی را انتظار است. دوشنبه با گلستان رقابت میکند و سرای کمر باشد برقچی را در میدان خود قبول مینماید. در روی خط نشانزنهای بهترین چمپیونات حالا یگان تغییرات جدی نیست. فوتبالبازی دسته گلستان محسین رستمزاده با 15 گل در موقع اول روی خط مذکور قرار دارد و فوتبالبازی دسته کوکتاش عزیزبک سلطانوف باشد با 14 گل موقع دوم روی خط را صاحب گردیده است. خدایداد اوزاق و فوتبالبازی دیگر دسته کوکتاش با 12 گل در موقع سوم روی خط قرار دارد و مسرور غفوروف از دسته برقچی با 11 گل زده‌اش صدر چهارم روی خط را اشغال نموده است و فوتبالبازان دیگر دسته ها بعد این فوتبالباز می‌هستند.
دوستان عزیز، ما با سرپرستی شرکت تنیسی یک اقدام نو را با مخلصان راه اندازی کردیم. هر نفر که اقلا نتیجه 4 بازی های دور آینده را درست پیشگویی میکند، از جانب سرپرست برنامه شرکت تنیسی صاحب تحفه از قبیل توپ فوتبالی، سرپوش و پیراهن یا خود فوتبال کنده گردد. باید بگم که صاحب تحفه همان نفر میشود که اولین شده حداقل 4 بازی دور آینده را پیشگویی کرده میتواند. مرحمت به یوتیوب کانال رسمی تلویزیون فوتبال درآمد از زیر همین نوار بازی های دور آینده رو پیشگویی کنید. اینجا برنامه ما خاتمه مییابد. خیر، تا دیدار. سیادمند و پیروز باشید.